درود بر شما مهمانان عزیز و یاران خوب ما. میبخشید چند دقیقه برنامه دیر شد و دلیلش این بود که مهمان بسیار مهمی داشتیم و ترافیکای لس آنجلس به تنشون خورده بود و نمیدونست سر وقت بیان، ولی خیلی خوشحالیم که اصلا اجازه دادن من معرفی کنم به شما. ما در آمریکا سالهای گذشته دیدیم چهره های ایرانی که مثل خیلی از آمریکایی که اومده بودن تو این کشور، خارجی که تو این کشور اومدن، شروع کردن به فعالیت ها در رشته های خیلی بالا و در امشب برای اولین بار، یعنی یک تنها دادستانی، تنها کاندیدایی که برای دادستانی سان فرانسیسکو هست، خوشبختانه خانومی است ایرانی‌الاصل که خدمتشون هستیم. اسم این خانم هست شارمین باک و فامیل ایرانیش هم هست خانم اشراقی. خیلی خیلی خوش اومدید خانم. خیلی ممنون، خیلی مرسی که گفتین پاشم بیام. عرض کنم که چون از ایران که اومدن بیرون، ایشون شما خیلی کوچیک بودید ها؟ بله، فقط 4 سالم بود. 4 سالتون. تهران به دنیا اومدم. بله. اون وقت بابام در وقتی شاه اونجا بود، سفیر بود، اومد اینجا از کنسول جنرال بود توی سان فرانسیسکو. بنابراین به همین دلیل هستش که اگر لازم شد شما هر جا که دیدید یا خود گرفتید انگلیسی صحبت کنید، اشکال نداره، ما ترجمه می‌کنیم. عرض کنم که باید برسون برسونم که خانم باک یا خانم اشراقی، کدوم بگم؟ باک بگم، هر چی خواستین. اشراقی باک مای افیشال نیم، ام شارمین اشراقی باک هست. اوکی، خانم شارمین اشراقی باک. ایشون اکثر فعالیتایی که کردن و در تمام گزارش ها معلوم هست که خیلی فعالیت کردن، قسمت هایی بوده برای، اگه اشتباه می کنم من توضیح بدید به من بگید، برای کسانی هستن که بچه ها رو میدوزیدن و برایشون برای سکس یا اینکه برای پراستیتوشن استفاده میکردن، ابیوز میکردن. تعداد اینا خیلی زیاده، خیلی، یعنی یه اپیدمیک واقعا خیلی سریو الان تو آمریکا داریم و میشنوی که مثلا توی چاینا این ورا هیومن ترافیکینگ هست، ولی پرابلم توی آمریکا هست با بچه های آمریکایی و مردای آمریکایی. میرن دنبال این بچه ها که رو اینترنت هستن و تریکشون میکنن، اون وقت میفروشننش. میفروشن؟ بله، واسه خیلی پول. تو آمریکا میفروشن؟ بله، توی آمریکا. واو، اینو من نمیدونستم که در آمریکا میفروشن. بله، کریگزلیست یه جای بود که همه میتونستن برن دنبال بچه ها رو کریگزلیست. Adult Services بود اسم سایت، Erotic Services، و مثلا میگفت you know, hot sexy teen wants to see you، این چیزا. و Congresswoman Jackie Speier که من اندورس کرده، اصلا این خانم به من گفت run شرمین، برو دنبال این جاب، برو توی پالیتیکس. این یکی از لیدرها بود که گفت که we have to shut this site down. حالا دیگه نمیشه بچه روی کریگزلیست خرید، ولی خیلی جای دیگه روی اینترنت هست که بچه میشه خرید. معمولا این بچه ها رو از کدوم کشور می آوردن؟ از همینجا آمریکا. از همینجا؟ آه، بچه های آمریکای خیلی، مثلا 80% از اینا رن اوی هستن. اوه، توی you know they fallen through every crack in our system، این بچه ها. ولی بعضیاشون هم مامان و بابان دارن، ولی they don't care که مثلا بچه هاشون کجاست. سو یه پروبلم خیلی خیلی سیریوسی هست و ببخشین غم انگیزه میگن. بله، sad و very very sad و very profitable. استیمیت کردن که مثلا یه بچه باید در روزی $500 دراره و یه ترافیکر مثلا 4 تا بچه داره. یه جای هست توی دی سی اسمش پولاریس پروژکت. پولاریس پروژکت گفته که با 4 تا بچه در $500 در بچه میشه $500,000 در سال، تکس فری. یعنی استاک مارکت رو که همه دیدیم چقدر افتضاح هست. Sadly, بهترین form of money making واسه این کریمینال ها همین child sex trafficking هست و بچه ها 11, 12, 13 سالشونه فقط. بعد از اینکه شما تونستید کرک لیست و اینا رو ببندید، آیا تغییری کرد؟ پایین اومد؟ نه خیر، چون حالا تمام دراگ دیلرها فهمیدن که دراگ رو فقط میتونی یه دفعه بفروشی، ولی بچه رو میتونی time and time again بفروشی، right؟ درست شد. و بچه ها که میترسن جای نمیرن، همین شکلی مثل بره میشینن اونجا و money machine، ATM machine هستن واسه این ترافیکر ها.
سو اینم یکی از کازای منه. خیلی مشکل میاد فکر میکنین این کارها مبارزه با اینا؟ خیلی مشکله و خیلی مهمه که همه چشماشون واز باشه، چون هیچ بچه سیف نیست. چون ما فکر میکنیم که حالا مثلا خونه هستیم، شام رو میز، بچه رو تو اتاق خواب، right؟ ولی بچه تو اتاق خواب روی اینترنت هست و باید خیلی مواظب باشیم که این بچه ها کجا هستن. مای سپیس، فیسبوک، باید باشون حرف زد، بگی که مطمئن باش با کی داری حرف بزنی روی اینترنت، چون این ترافیکر ها میرن اونجا و خیلی ازشون they have recruiters. Recruiters is کلمه و دختر هست، دختر جوون. So مثلا بچه من دختر دارم، گروهی هستن که جذب میکنن اینا رو و دختر هستن. دختر هستن، اونا اول میان جلو. بله، یا یه پسر پرتنز که جوون و خوشتیپ و میگن رومیو پیمپ. رومیو پیمپ یعنی مثل رومیو و جولیت، میگه هی بیبی این چیزا، میدونی؟ و همین شکلی بچه های ما they're getting fooled و ترافیکرها are getting rich. و خیلی مهمه که we have a program که و یه regional program باید باشه. یعنی من یه program گرفتم که Department of Justice $300,000 داده که این program رو fund کرده و این program is modeled after، یادتون میاد این چیز neighborhood watch؟ بله. آها، حالا من یه چیزی درست کردم اسمش heat watch، after neighborhood watch. و okay. heat stands for human exploitation and trafficking. و heat watch یه پروگرامی هست، حالا nationally recognized پروگرامه و all over America people are trying to implement heat watch to rescue the children and prosecute the traffickers. بنابراین برنامه‌ای که الان گذاشتن و دارن عمل میکنن مثل اون زمان، یه زمان بود که به همسایه میگفتن نگاه کنید باید مواظب به همدیگه باشید، اتفاقی نیفته، محوطتون یا محیطتون سالم نگه دارید. الان این هیت واچ که گذاشتن همه باید متوجه باشن و دقت کنن که اینطور افرادی که به عنوان فروشنده های بچه ها هستن مواظب باشن که بچه های دیگه گول نخورن و همه نگاه کنن و متوجه اینا باشن، خانواده ها و افراد دیگه. شما چند ساله به آمریکا اومدید؟ 4 سالم بود، حالا 49 سالمه، سو 45 ساله حالا ما اینجاییم. و بعض وقتا رفتیم بیرون چون بابام سفیر بود و اساینمنت داشت، ولی majority of time اینجا تو آمریکا. و چند سال شما دارید در دادگاه دارید کار میکنید؟ 22 سال. در دادستانی بودید هم 22 سال؟ 22 سال. خب اگه از شما مثلا یک شخصی که در قسمت حقوقی یا دادستانی یا هر جای دیگه است، اگر بخوان یه نفر بس شما اسم ببره، شما رو میگن به عنوان چی؟ مثلا فرض کنید که ممکنه مثلا به یه نفر مهندس بگن این تنها کار بزرگترین کاری که کرده یک ماشین ساخته اینطوری و در تخصص اینه. شما در قسمت حقوقی و عدالت در همین دادستانی شما به چی معرفی؟ دنبال چی مبارزه کردید؟ خب من در 22 سالی که اونجا بودم میگن victim rights advocate، یعنی من یک کسی هستم I have stood up واسه اونا که وایس ندارن، اونا که powerful نیستن، میدونی؟ ظریفا. من از یه زن ایرانی میدونم first hand what it means to be discriminated against. مثل many Iranians my passport says born in Iran. هر وقت میرم توی کاستمز یا فرودگاه فوری میرم های سکیوریتی چک پوینت. میدونی همه میدونن چی میگم چون فامیلیمون همه میرن یه همونجا، right؟ So I have been very sensitive to what it means to be the victim of discrimination and I am committed to making sure that we have a country where everybody is respected. After September 11, 9/11, Middle Easterns took a very serious hit. And the hit we took was unfair because what some people from the Middle East did has stained everybody. همه ضرر خوردیم بعد از 9/11, right? هممون ضرر خوردیم. و من کمیتمنتم اینه که برم این کار رو درست کنم واسه همه. درست کنم از اگزمپل که بگن اوکی واسه اولین
بار در دنیای در آمریکا we have a prosecutor that's an Iranian American. Somebody that knows what it means like to be the victim of discrimination and somebody who will stand up not just for Iranians but for everybody to make sure that America is fair to all of us. من توضیح بدم خدمت شما که برای دوستانی که البته همتون میدونید انگلیسی میدونید و حتی کوتاه برای پدر مادرایی که انگلیسی نمیدونن. خانم اشراقی و خانم بک گفتن که از ضعفا اصلا میخوان کارش مشهورم به این که از ضعفا حمایت میکنن و چون زن و زنها خیلی مورد ستم قرار میگرفتن بیشتر فعالیتشون برای همین بچه هایی که میدوزیدن و در ترافیک بچه فروشی و نمیدونم سکس و اینا بودن رو اونها فعالیت کردن و الانم خیلی دوست دارن که برای اولین بار یک دادستان زن ایرانی حمایت بشه و انتخاب بشه که نه فقط برای ایرانی ها برای تمام آمریکایی که سعی کنه کاری بکنه که بگن آمریکا در آمریکا برای هر کسی فرقی نداره که از کجا آمده از کجا رفته ولی آمریکایی چون هست ازش دفاع کنن. میبخشید که من مجبورم که این حرفا رو بزنم اگر اشکالی باشه. شما اجازه بدید که ما صحبت کردیم بعد یه بریک میگیریم شما اگر سوالی دارید بکنید ولی اجازه بدید که ببینیم که ما چه کار باید بکنیم. و خانم بک میخوام ببینم شما فکر میکنید که چه کار باید این جامعه ایرانی بکنه برای اینکه نسبت درست ما از اسپانیش ها کمتریم نه ولی ما نسبت به جامعه یک همیشه هم راجع ما با احترام صحبت کردن آدمایی هستن تحصیل کرده ایرانی ها دنبال درسر نیستن اینا ولی ما هیچ وقت تک تکی خیلی پیشرفت کردیم خود شما خیلی از هموطنانمون در هر قسمتی در تراژدی هستن در دادگاه هستن دادستانی الان اگر خانم بشه اولین دادستان زن ایرانی هست ولی چرا ما نمیتونیم اون کاری رو بکنیم که همین کاری که شما میگید از خود ما از ایرانیای آمریکایی وقتی ما فرهنگمون رو میدونیم و وقتی هم تو این جامعه بیایم و موفق بشیم حداقل ایرانیای دیگه تو الان همینطوری که خانم باک گفتن واقعا به خاورمیانه لطمه خورد ولی به ایران واقعا بی انصافانه لطمه خورد به ایران و منطقه روی است ما باید به همه آمریکایی‌ها و دنیا نشون بدیم که ما هممون آمادگی اینو داریم مثل آمریکایی‌ها آزاد باشیم ولی الان که در آمریکایی هستیم در آمریکا هستیم مایلیم ما هم مثل تمام اینهایی که در آمریکا از خارج اومدن یعنی اکسدوس کردن اومدن مهاجرت کردن اومدن ما هم همون حق داشتیم و الان شروع است چند سال ما اینجاییم 32 سال ما اینجا هستیم و باید دیگه الان دیگه بسه باید الان افرادی رو داشته باشیم و اینا خیلی اهمیت خواهد داشت برای صدای ما برای شخصیت های ما و هر چیز دیگه. شما فکر میکنید که ایرانی ها باید چه کار بکنن که تو این وضع خودشون حساب بیان تو آمریکا رو باشون راجبشون صحبت کنن و ببینن آقا ایرانی ها چقدر موفقن چقدر همکاری میکنن چقدر در اینجا که هستن آمادگی یک کشور آزاد و برابر و حقوق بشر رو دارن. بابام میگفت بابام فوت کرده ولی خدا بیامرزشون بله مرسی ولی بابام همیشه میگفت بابا حالا چطوره میگفت هستیم دیگه هستیم و میدونی باید بیشتر از هستیم بکنیم باید بیشتر بکنیم. این گروپ ها که ارگنایز هستن Spanish community, Asian community, gay community به پالیتیشن ها اکسپلین کردن که ما پاورفول هستیم بهشون تشریح کردن که ما خیلی قدرتمندیم exactly. و ما خیلی قدرت داریم ولی قدرتمون رو هنوز استفاده نکردیم exactly. و منم یه من ویکل هستم واسه همه really right I mean first and foremost معلومه میخوام ببرم right that's for sure ولی من یه ویکل هستم واسه همه که الان توی سان فرانسیسکو در این سال I am leading in the fundraising تمام پالیتیشن ها حالا نوتیس میکنن که ایوا یه ایرانیان امریکن وومن از لیدینگ این دی فاندریزینگ right بله for the year so far حالا خیلی I have a long way to go right I have to raise a lot more in 60 days right ولی other politicians need people who can help them raise money other politicians need groups that will come and support them
So we have mm-hmm. to be organized politically. If we are organized politically, we will get the attention and the respect that the Iranian American community deserves. That's right. And I am a vehicle for that at this point. And in law enforcement, we don't have anybody. Yeah. Law enforcement is usually male-based. So I'm like a two-for-one treat, right? You get not just a woman in law enforcement, but an Iranian American in the political arena. من توضیح براتون بدم. می‌فرمایند که اولا ما در قسمت به حساب قانونگذاری و دادستانی و پلیس و نمی‌دونم همین چیزا ما مرد خیلی داریم ولی زن نداریم. ولی من اومدم و اولا یک ساله که من اولین نفری هستم که تونستم فاند ریزینگ هم قوی تر از همه خارجی ها باشه و موفقم و من انتخاب خواهم شد. یعنی به خودشون مطمئنن که انتخاب خواهند شد و در ضمن میگه خارجی ها راست هم میگن دیگه، تا حتی رئیس جمهورش مگه چطور انتخاب میشه؟ میگه گروه هایی که قدرت مادی دارن میان به کسانی رو که از لحاظ در هر شغلی هستن حمایت میکنن، حالا اسپانیش ها به خودشون بیشتر، ایرونی ها گاهی وقتا با آمریکایی ها میکنن، فرقی نداره، ولی دارن حمایت میکنن که این آدمی که هست که از مملکت خودشونه بتونه تو آمریکا، درست همه آمریکاییم، ولی در آمریکا بتونه نشون بده که الان یک ایرانی زن برای اولین بار توی دیستریک سان فرانسیسکو تونسته دادستان بشه. اجازه بدید که ما بریم و برگردیم و هم با شما اگر سوالی داشتید صحبت میکنیم و در خدمتتون هستیم و تلفن‌ها رو هم خواهیم گذاشت برای شما باز میکنیم. به تاراجم بیا خاتون که من مغلوب مغلوبم، تو این بست بی لبخند به جرم عشق مسلومم، از این روزهای تکراری ببر من رو به بیداری، رفیق باغ و خاکستر تا از رازم خبر داری. عطر بابونه تو آواز تو پنهونه، دل دریای بی مرزه نگاه ستا میخونه، بلوغ عطر بابونه تو آواز تو پنهونه، دل دریای بی مرزه نگاه ستا میخونه. به تاراجم بیا خاتون که من مغلوب مغلوبم، تو این بنبست بی لبخند به جرم عشق مسلومم، از این روزهای تکراری ببر من رو به بیداری، رفیق باغ خاکستر تو از رازم خبر داری. سکوت ساز و غارت کن، منو عریون کن از خوابم، گل و آواز و قسمت کن، حریق بال پروانه حریق فتح ظلمت نیست، پس پلکای هوشیاره یه خواب بی نهایت نیست، منو گم کن توی چشمات، حریم امن رویا باش، اگه تسلیم این مردا تو دریا باش، تو دریا باش. به تاراجم بیا خاتون که من مغلوب مغلوبم، تو این بنبست بی لبخند به جرم عشق مسلومم، از این روزهای تکراری ببر من رو به بیداری،
رفیق باغ و خاکستر، تو از رازم خبر داری. ساعت پخش برنامه‌های تلویزیون ملی ایران پیپل پاور، دوشنبه تا جمعه ساعت 6 بعد از ظهر. هموطن، همه ما آرزو داریم که در ایرانی که مال هممون هست زندگی کنیم. خلاصه اخبار ساعت 11 صبح تا 2 بعد از ظهر. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده است که ایران یک زیردریایی و یک ناو به دریا و مشروع اخبار ساعت 4 بعد از ظهر. درد دلها با لیلا هاشمی، برنامه درد دلها با لیلا هاشمی، روزهای دوشنبه از ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر. درد دلها با لیلا هاشمی، دوشنبه و پنج شنبه ساعت 5 بعد از ظهر. بهترین رو که میتونید باشید باشید، بهترین رو که میتونید انجام بدید انجام بدید. ما در زندگی دستگرم نداریم. با هم ولی بی تو با شهروز رفیعی، جمعه ها ساعت 9 شب. با هم ولی بی تو، با هم هستیم اینجا اما بدون سرزمین. هر چقدر هم تلاش کردیم، زحمت کشیدیم، نتونستیم اینجا رو سرزمین خودمون بگیم. دو تا دستات به آسمون، پنجره دیدار با سحر امانی، پنجشنبه ساعت 2 بعد از ظهر. بیا تا پای نهیم در آب. راستی شاید بسیاری از شما طلوع و غروب را در کنار ساحل زیبای دریا دیده باشید. ناگفته های تاریخ با مهران ملکی، سه‌شنبه و جمعه ساعت 5 بعد از ظهر. احمدشاه و دولت مرکزی ایران بود که می‌بایستی که از اونها فرمان برداری می‌کردن در تاریخ. I am Christian. I am Muslim. I'm Jewish. I'm Baha'i. I'm Buddhist. I'm Zartushti. I'm black. I'm yellow. I'm red. I'm white. We are پیپال هم میشین که نمیدونم پیپ کردیت کارت کرد من. عرض کنید که اجازه بدید که من براتون توضیح بدم که در 20 سپتامبر در بلر هتل برای این کار توی خونه در بلر اوه من فکرم در بلر یک فان ریزینگ خواهند داشت. و شما الان تا دستان تا بیستم چقدر برای این کمپینتون پول لازم دارید؟ 500,000 500,000 تا. بله. بعد کسانی که میخوان کمک کنن میتونن روی وبسایت کمک کنن؟ بله. اتاق کنترل خواهش میکنم اطلاعات وبسایت رو بذارید و اگرم میخوان با خود شما صحبت کنن میتونن که تلفن هست، تلفن هم خواهش میکنم بذارن اتاق کنترل. و خب هر نفر چقدر میتونه پول ماکسیموم به شما بده؟ فقط 500 دلار. دلار، بله. یعنی هر نفر میتونه ماکسیموم 500 دلار به. بله. اگر over 18 باشین $500 is the maximum. خب یکی از راه‌ها اینه که برن روی وبسایت. بله. و همونجا با کریدیت کارت هم میتونه هر چقدر میخوام بدن. بله. و برای شما فکر میکنید که یعنی فقط ایرانی‌ها که نیستن که از شما حمایت می‌کنن، آمریکایی هم هستن نه؟ بله. خیلی آمریکایی هم هستن. ولی خیلی مهمه که بفهمن که ایرانیان کمیونیتی این زنه رو سپورت کرده که the power of the Iranian community visible باشه واسه همه. قدرت جامعه ایرانی رو بشناسن. Exactly. از کی را میفتیم؟ میدونی اگر الان دیگه کی پس؟ بله. داشتیم میگفتیم 32 سال اینجاییم. همش وقتی به اینجا میرسه هر وقت هم یکی از ماها داره یه فعالیتی میکنه متاسفانه همه میگن حالا فلان حالا، ولی اصلا نمیدونن که در هر جای اسم ایرانی، در اسم ایرانی خوب بالا بیاد، اسم بد بیاد نه، در اینجا در این کشور نه تنها برای شماها
بلکه برای بچه هاتون که در اینجا به دنیا آمدن نفت داره. ولی نمیشه گفت در کارهای اینطوری. شما نگاه کنید که ما در هر قسمتی باید توی مملکت، چون به تعداد اصلا نگاه نکنیم، قشر ایرانی نسبت به آنهایی که مهاجرت کردن به آمریکا، نسبت به خیلی هاشون تحصیل کرده تر، بالاتر، با استعدادتر و کمتر هم برای آمریکا ناراحتی تا حالا درست کردن. درست میگم از بله اگزکت یعنی درست میگیم. مثلا بین ما و اون صورت مثل لاتینا مثلا گنگ و اینا هیچ وقت نبوده بوده. نه اصلا. و the welfare هم اصلا population نگاه کنید کی هست رو welfare، کی نیست رو welfare. ایرانی اصلا smallest percentagemون رو welfare. این خیلی powerful هستیم، خیلی قدرت داریم، ولی مصرف نمی کنیم. و حالا یه opportunity هست، الان وقتشه. منم messenger هستم، منم vehicle هستم، اون ماشینی هستم که همه میتونن سوارشن و بریم این کار رو انجام بدیم با هم دیگه. خب من فکر میکنم که این کار زیادم مشکل نیست. هر کدوم از ماها، هر کدوم که فکر میکنیم، ببینید دو طور میتونیم فکر کنیم. بقید من یکی که همه مثل در خیلی مسائل این کاری کردیم، شونا هم بالا بندازیم بگی خب خوش بالش، خب من چه کار کنم؟ یه وقت هست که فکر کنید شما هر کوچکترین کاری که میخواید بکنید، من فکر نمیکنم آسمون زیاد و پول زیادی هم باشه، ولی هر چقدری که میتونید میدید برای اینکه یک ایرونی آمریکایی در یک شغلی بیاد. دادستانی شغل کمی نیست، بیاد و اسمای ما، مخصوصا با این وضعی که تو ایران هست راجع به زنان، این فشاری که روی زنان اومده برای آزادیشون، حالا همین نسل زن ایرانی که با آمریکا مهاجرت کرده میبینید به کجاها میتونه برسه. این خودش خیلی پیام داره، هم پیامش اینه که ایرانی ها چی هستن، هم برای ما مهم است که توی خارج، توی آمریکا، زنهای ما که در ایران ازشون حقوقش گرفتن به چه مقامای بالا برسن. من فکر میکنم که اگر دوستان این رو توجه کنن، من عرض کنم که تا 20 سپتامبر ما بیشتر صحبت خواهیم کرد، برنامه مختلف میذاریم و گزارش های دیگه هم خواهیم داد و امیدوارم که در اون روز هم بتونیم کاری کنیم که یه ده از ایرانی ها برای این فاند ریزینگ حتما بیان. من اگر باشم اینجا، خود من هستم جزء ایشون، من حتما خواهم اومد در اونجا، هر کاری از دستم بر بیاد و اون قسمت وسعی که دارم کمک میکنم که این کار انجام میشه. ولی تعداد ما باید اگر زیاد بشه قدرت ما زیاد میشه. بله. یعنی شما صحبت کنید ایرانی چیه، اگه من اشتباه میگم بگید. در این وضع سیاسی که تو مملکت ما هست، اولین چیزی که ممکنه با میگم میگه تروریست، این آدمای فلان، اینا آدمای وحشی، دخترها و پسرها رو میکشن. ولی وقتی که ببینن آقا این چیزی که ما داریم میگیم اون نیست که اونا دارن میبینن، و مردم ایران اینطوری نیستن. نمونهش همین چیز است. ما یه مملکتی داشتیم و الانم باید اون مملکت آزاد بشه و هر چیزی میخواد بشه، ولی ما در هر جایی که باشیم اونقدر استعداد داریم که خودمون بتونیم در مقامهای بالا جا کنیم. این مسئله جامعه است و متاسفانه خب شما الان غریبه نیستید ایرانی، ما گرفتاری اون از لحاظ فرهنگی اینه که کار گروهیمون خیلی ضعیف. آها اگزکتلی. و میدونی فرهنگی ها چی میگن؟ میگن power in numbers. Power in روی numbers. قدرت روی تعداده. Exactly. قدرت روی تعداده. یعنی اگر الان ما جمع شیم و هر کسی هر چیزی که میتونه بده و جمع شیم، قدرت داریم. من فکر میکنم که حتما، امیدوارم واقعا شما انتخاب بشه. و خوشحال شدم که گفتی تا حالا من شما از همه جلوتری داره. بله. شما هم تنها زنی هستید که در این تنها زنی هستم in the race. بسیار عالی. من هم مثلا چهار مرد دیگه. شما چهار مرد دیگه و شما فکر میکنید شانستون بیشتر از اونا باید باشه، نه؟ بله. و یکی از اونا که توی ریس هست used to be the assistant chief of the Los Angeles Police Department. آها، معاون رئیس پلیس، یکی از اونایی که میخواد اونجا انتخاب بشه، معاون رئیس پلیس لس آنجلس بوده. رقیبای گنده هم دارین ها؟ بله. ولی حتما موفق میشی و من امیدوارم ما بیشتر با همدیگه صحبت خواهیم کرد، در تماس خواهیم بود و من خواهش خواهم کرد از گروه رپورتاج و خبر که پشت سر اینو بگیره، صحبت ها رو بیشتر بکنیم و امیدوارم که در 20 سپتامبر تعداد ما ایرانی ها در اونجا زیاد بشه. ولی شما اگر آخرین حرفی دارید لطفا خواهش میکنم با
بیننده های ما بگیریم. تا 20 سپتامبر خدا شکر که همه شما بیاین و با هم دیگه حرف بزنیم و سپورتتون داشته باشم واسه نوامبر 8. مرسی. بسیار ممنون از لطفتون. میرمیم و برمیگردیم، در خدمتتون خواهیم بود و من برنامه رو با مهمون عزیزم خدافظی میکنم و برنامه رو برمیگردم که ببندم و از خدمتتون مرخص شیم. خیلی متشکرم از لطفتون، دعوت ما رو قبول کردید. خیلی مرسی. با هم دیگه میتونیم این کار انجام بدیم. مرسی. Somewhere in the left corner of Asia, there's a beautiful country called Persia. It's the land of poets and history, perfumes, spices, and mystery. First met the sun and the life begun. Then hope filled the heart and always stayed around. This is how the story begins, with a brave and righteous king, creator of the best human rights, laid a peaceful soul known as Cyrus the Great. He was the first to set his people free and let them pray God, however it may be. Throughout his empire, he banned slavery with the hope of wiping it off the history. Now it's been thousands of years that his time has passed. Persia has shined through and will forever last. For he like a star far in the sky. Thank you.
ولی آیز اپتیکال، عرضه کننده بهترین مارک های عینک های آفتابی و طبی با بهترین قیمت. پرادا، گوچی، جورجیو آرمانی، دانا کرن، بولگاری و دوچه گابانو فقط در ولی آیز اپتیکال. تعمیر هر گونه عینک در یک ساعت و ارزان ترین قیمت فقط در ولی آیز اپتیکال. نشانی 18962 ونچورا بولوار در شهر تارزانا. ولی آیز اپتیکال با مدیریت هایگو و جک. به قیمت های باور نکردنی ولی آیز اپتیکال توجه کنید. فریم و یک لنز برای دور یا نزدیک خواندن فقط $35. فریم و لنز با خط برای دور و نزدیک فقط $49. و فریم و لنز بدون خط برای دور و نزدیک خواندن فقط $60. ولی آیز اپتیکال. تلفن 818-757-1211. ولی آیز اپتیکال. شیران، تصویری دیگر با روایتی دیگر از برجستگان و از گذشته های دور، از نقش پردازان امروز و پیشکش به آینده سازان، به همه آنان که به افق روشن فردا ایمان دارند، به دلیران، به پاس پایداری مام وطن ایران. شیران، تصویری دیگر با روایتی دیگر از برجستگان. اگر مسکن و مأوای آرامی دارید، لحظه‌ای به هموطنان عزیز ما که در گوش و کنار جهان آوارند و مسکن و مأوای آرامش بخشی ندارند بیندیشید. به پناهجویان ایرانی که دور از وطن چون پرندگان بی آشیانه سرگردانند، از آنها که لحظه های آوارگی را تجربه کرده اند بپرسید. لحظه های تنگ دستی، بیماری، گرسنگی، نداشتن محل سکونت، نبودن وسایل ضروری برای فرزندان. کمک های مالی شما در حل مشکلات زندگی این عزیزان بسیار مؤثر است. بیایید از این کوچکترین اقدامی که می توان کرد دریغ نکنیم. این شماره را یادداشت کنید و کمک های مالی خود را از طریق بنیاد نیکوکاری نوروز برای آنها ارسال نمایید. 1-704-544-7800 1-704-544-7800. بیایید دلی را شاد کنیم. سو هر استایلیست.
سو هرستایلیست، مدرن، شیک، دقیق. مسئولیتی در قبال ساخت برنامه‌هایی که خارج از این سازمان تهیه و تولید می‌شود را ندارد و نظرات و پیشنهادات این برنامه‌ها صرفاً نظرات و پیشنهادات تلویزیون ملی ایران نمی‌باشد. بله، اگر دقت کنید منم مثل شماها اکثرا غر میزنم که چرا ایرانی‌ها اینطوری نیست، چرا از ما خبری نیست، چرا فلان به امانه. ما در هر حال حتی اونهایی که در آمریکا میمونن تا حتی اونهایی که دیگه به ایران نمیخوان برن، باز اینا باید در این کشور برای خودشون و برای بچه‌هاشون یه جایی رو پیدا کنن. و اتفاقا با خانم اشراقی داشتم صحبت میکردم، خانم واک در پشت دوربین، و گفتم من نمیدونم چرا ما آدمایی هستیم که خیلی باهوشیم، در هر کاری بخوایم موفق میتونیم بشیم، از کار خوب تا کار بد، ولی من نمیدونم این چه مرضی است تو فرهنگ ما کار گروهی بلد نیستیم. یعنی آدمایی هستیم، نمیدونم کی شروع شده این فرهنگ در ما. علکی هم نمیتونیم بگیم مثلا از 1400 سال همه بدبختی ها ما شروع شده، نه، ولی این کی تو فرهنگ ما شروع شده؟ تا توی همین آقایونی که الان اونجا حکومت میکنن میبینی که اونا وقتی منافعشون باشه اقلن کنار هم میستن تا بخورن. ما نمیدونیم چرا و گاهی وقتا پیش خودم فکر میکنم که خیلی هم دارن به من میگن آقا چند سال ما هرچی تلاش کردیم، همه میگن تلاش کردن، راست هم میگن، خیلی ها تلاش کردن، ولی متاسفانه درست در نمیاد. و هر زمان هم که ما در آمریکا خواستیم یه کاری بکنیم، جلب توجه بکنیم و جلب توجه اصلا دولت آمریکا رو بکنیم، بلافاصله زیر پارما رو جارو کردن. فکر نکنید به خاطر توسط غریبه ها، نه نه، واقعا کارهایی رو کردن با ما و خودمونم البته بقیده من باعث شدیم که این کار انجام بشه. کارهایی رو ما کردن با ما و خودمون با خودمون کردیم که اگر این کار رو نمی کردیم ما یکی با این بودی که تعدادمون گفتم بابا. ولی اصلا نگاه کنید، من نمیخوام به کسی بی احترامی کنم، ولی نگاه کنید مقایسه نمیتونید بکنید، چون اکثر افرادی که از لاتین در اینجا هستن کارگرن هست بینشون، ولی نگاه کنید رئیس یعنی شهردار لس آنجلس شهر کوچیکی تو دنیا نیست، یه لاتین میشه. و نه اینکه فکر کنید بهترین شهردار دنیا بوده که اینجا انتخابش کردن، نه، مردم و فرهنگ خودش که در آمریکا هستن، لاتینای آمریکایی، نشون دادن که آقا قدرت دارن و اونا هستن که شهردار رو انتخاب میکنن. بنابراین باید دیگه توجه کرد به اون چیزی که اون گروه میگن. اینطوری نیست که بهشون یا یک کوچه اقلیتی هم قدرتی هم ندارن، در حالی که جامعه ما اگر به بزرگی اسپانیش و لاتینا نیست، ولی نسبت، نمیخوام بگم هممون، ولی نسبت به جامعه مهاجرای دیگه، هم از لحاظ فرهنگی، از لحاظ تحصیلات، من نمیخوام برای کشورهای دیگه یا افراد دیگه فرهنگمون رو برای خودشون میکشم، از لحاظ تحصیلات و از لحاظ اتفاقا مادی آدمای موفقی هستن، هستیم هممون. حالا اگه من نیستم نباید بگم آقا پس نه خیر من نیستم پس بقیه هم نیستم، ما این اشکال هم داریم. ولی من فکر میکنم که نمیدونم، نمیخوام یه حرف بزنم شما ناراحت بشه، ولی من میخوام ببینم آیا این 3-4 تا آرزویی که من دارم کدومش رو بهش میرسم. یعنی اقلا میبینم که مردم ایران در اینجا به خاطر ایران، به خاطر خودشون، به خاطر آزادی برای مملکتشون داره ببینیم به کجا مملکتمون میرسه. نه در اینجا کنار هم میشیم که صدای مردم در اون باشیم و به جایی رسیده، یعنی کوتاهی ما و نشون ندادن خودمون به جایی رسیده که تا حتی گروه هایی که از جمهوری اسلامی میان بیرون به هر بهانه ای و در ظاهرم ممکنه با جمهوری اسلامی خوب نباشن، ولی هیچ کدوم چش ندارن که اصلا چیزی رو به جز جمهوری اسلامی ببینن و اونا میانه جانشین میشن و ما هم دست همون رو باز میکنیم و
در آغوش میگیریم، بعدش هم خودمون میریم یه گوشه میمونیم، هم هر چی دلشون میخواد میگن. تو آمریکا مطمئنم، تو اروپا هم همینه. ولی آنچه که من تو اروپا زندگی کردم و آنچه که میبینم، اکثریت دارم میگم، اکثریت آنهایی که در اروپا هستن آدمایی هستن که فعالیت بیشتری دارن. خب تعداد گروه های مختلف هم زیاده، جمهوری خواه هستن، چپا هستن، سوسیالیست ها هستن، فلان هستن، ولی اینا لااقل اگرم تعدادشون کمه ولی همیشه دور هم جمع میشن. البته فکر نکنید که اونا با هم دعوا نمیکنن، ایرونی هم دیگه. ولی چرا گروه های ما چقدر ایرونی در لس آنجلس داریم؟ افکار مختلف دارن، ولی همه فکر میکردن که اکثر طرفداران پادشاهی در لس آنجلس و کالیفرنیا بیشتر از همه جای آمریکاست. ولی فعالیت ها چی؟ آیا این اکثریت تا حالا تونستن بدون شعار، یعنی شعارهای بی خود دادن، مرگ دادن، به جامعه آمریکایی نشون بدن که آقا ما یک عده افرادی هستیم، ایرانیایی هستیم که ما رو باید جدی بگیرید؟ وقتی ما صحبت میکنیم یه نفر دو نفر نیست، یک سازمان های مختلف هستیم و راجب ایران، راجب آزادیمون، راجب هر چیز دیگه صحبت میکنیم. راجب اونهایی هم که در اینجا هستن، من یادم میاد آقای مارک آملی رو باز هم همین موقعیت، در صورتی که ایرانی ها اگر همه فقط میرفتن رأی میدادن، اگه فقط میرفتن رأی میدادن، خانواده با هم دیگه میرفتن هر کدوم رأی میدادن، من نمیدونم اگر مارک آملی باز هم میشد قاضی برای من و شماهای ایرانی سربلندی نداشت؟ حتما همه ایرانی ها که نباید میلیاردر باشن که اسمشون بیاد بالا، در قسمت های اداری و در قسمت های کارهای زیادی که میکنن اونا مهمن. در حال شما رو به خدای بزرگ میسپاریم تا روز سه‌شنبه که با شما هستیم و امیدوارم اونایی که میتونن مخصوصا در لس آنجلس از این مسئله توی کالیفرنیا استفاده کنید، ببینید شهرهای دیگه سیل و بارون ایناست، و امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشید دوشنبه اگر پیکنیک میرید با دوستانتون، ولی مواظب باشید اگر مشروب میخورید رانندگی نکنید. شما روز سه‌شنبه من خدمتتون میرسم و میبینم. درود بر همه شما. زنده باد ایران، زنده باد آزادی.